حمد ثنا به پروردگار و درود به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه صلات و سلام برای هر درد دوایی است. از رحمت الله سبحانه و تعالی بر بندگانش این است که برای هر درد دوایی داده است. یکی از فایده ناکترین دارو و علاج این رقی شرعی با قرآن کریم و دعاهای معصوره می باشد. و بزرگترین و مکملترین رقیه با قرآن کریم است و آن شفا به بیماری های روحی و بدنی با اذن الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی فرمود و از قرآن آنچه را فرود می آرم که وی برای مؤمنان شفا و رحمت است و در حق ستمکاران و ظالمان به جز زیان چیزی را نمی افزاید. از جمله رقیه شرعی رقیه با قرآن سوره فاتحه است که مردی از عربها در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم گشتم گزید و آن مرد ابو سعید خدری رضی الله عنه سوره فاتحه را بخواند، پس او شفا یافت. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل را اقرار کردند و گفتند که از کجا دانستی که سوره فاتحه رقیه است؟ اینچنین رقیه شرعی رقیه با معوضات که رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در خود شکایت را حس می کردن معوضات را خوانده آن را به دستشان پف کرده به جای درد می مالیدند و پف کردن همراه آبی کمی دهان است. و معوضات سه سوره است: سوره اخلاص، سوره فلق و سوره ناس. و شرط های زیرین خواندن رقیه شرعی جایز است: یکم، اعتقاد داشته باشد که فایده آن از جانب الله سبحانه و تعالی است. دوم، آنچه از رقیه می خواند فهما باشد، نه مثل جادوگران بخواند. سوم، آنچه می خواند از خلاف شریعت نباشد، به مانند طلب یاری کردن از جنها که آن البته شرک اکبر است. در حدیث آمده است که خواندن رقیه که در آن شرک نباشد هیچ باکی ندارد و شخص بیمار به پروردگارش با خواری و زاری دعا میکند، چنانه که ایوب علیه السلام دعا کرده بود. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و ایوب را یاد کن، چون به پروردگار خود به آن ندا کرد که مرا رنج رسیده است و تو مهربانترین مهربانانی. و شخص بیمار دستش را به جای درد گذارد و سه بار بسم الله بگوید و پس هفت مراتبه اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر بگوید. و انسان می تواند شخصانی که از عائله خود هستند رقیه بخواند و در حقشان دعا بکند. عایشه رضی الله عنها گفت هر وقتی که از ما انسان از درد شکایت میکرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست راست آن مکان علم را مالیده می فرمودند: اذهب البعث رب الناس و شفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. و در حق زائران خود دعا کنند. بهترین علاج برای مریض این عیادت آنها است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بنده مسلمانی که بیمار را عیادت می کند که وقتی اجلش نرسیده باشد، پس هفت مراتبه این دعا را بخواند: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ای یشفیک. و با رقیه شرعی و دعاهای نبوی باید ما و شما حریص باشیم، زیرا آنها فایده ناکترین دوا است. و بدانید که شفا از جانب پروردگار بزرگ است، همچنانه که ابراهیم علیه السلام گفت و اگر بیمار شدم پس آن مرا شفا می دهد.